از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودهای بهاری حضور همه شما بینندگان ارجمند که برنامه با بزرگان موسیقی رو از شبکه این آی تی وی مشاهده می‌فرمایید. به اتفاق کارگردان برنامه آقای بابک با شما هستیم در این برنامه. در برنامه با بزرگان موسیقی از یکی از شایسته‌ترین هنرمندان سرزمینمون دعوت کردیم که در راه دور هستن اما با ما باشن. این هنرمند ارجمند گرامی مقیم پاریس و فعالیتاش در فرانسه است. این هنرمند کسی نیست جز آقای محمد شمس که در سال 1333 در تهران متولد میشه. ارجمند موسیقی رو با ساز تنبک در سن خیلی کمی پیش خودش یاد میگیره. جالبه، پیش خودش اینو فرا میگیره و عرض کنم که بعد در هنرستان ملی و هنرستان عالی موسیقی تهران تحصیلات موسیقی خودش رو ادامه میده و در این سالها از آموزش‌های استادانی مانند حسین دهلوی، مرتضی حنانه، مصطفی کمال پورتراب، محمد پورتراب، اقدس پورتراب، علی رهبری، کامبیز روشن روان و از کان دکتر فرشاد، اسماعیل تهرانی، محمد اسماعیلی، اسماعیل واسقی، ابراهیم روحی، ببخشید ابراهیم روحی فر، قاسم طالبزاده، رحمت الله بدیعی، جواد معروفی، اوفلیا پرتو، مهربانو توفیق، شهرا نیکفال، عرفه اطرایی، شیدا قرچداغی، محمود کریمی، حسن ناهید بهره میبره. آقای محمد شمس در ایران نوازندگی سازهای مختلفی رو خودش تجربه کرده که از جمله اونها میشه به ویولون اشاره کنم و در نواختن ویولون و پیانو ممارست خاصی داره. او هم اکنون در بسیاری از برنامه ها و ضبط های خودش عرض کنم که سعی میکنه که اکثر سازها رو خودش برای ارکستر اجرا کنه در ضبط ها. آثار آقای محمد شمس رو اگر بخوایم بررسی کنیم که فرم‌های مختلف و سبک‌های متنوعی داره، بیش از 650 اثر ایشون خلق کرده و اجازه بدید که حالا بعد راجع به بقیه عرض کنم که فعالیت‌هاشون صحبت می‌کنیم. هموطنان ارجمند، خدمت شما عرض کردم که ایشون در پاریس به سر می‌برن و رهبری ارکسترهای متنوع و بزرگی رو در اونجا به عهده داشتند. آقای محمد شمس آهنگساز و رهبر ارکستر نوآوران هنر با همکاری پری سمر در سال 1992 تا 1995 عرض کنم که با این هنرمندا در اونجا برنامه‌هایی رو بر صحنه برده، اجرا کرده، ضبط کرده، مثل محمد تقدسی، کوشیار شاهرودی در آلمان که این آثاری که ایشون به هر حال ضبط کردند و موجوده، واقعا باید آدم اینا رو به درستی با تعمق بیشتری هم ببینه هم بشنوه. در این مجموعه ایشون سه سال متوالی عرض کنم که کنسرت های بسیار منظمی رو در اروپا اجرا کرد، همینطور با همکاری انجمن فرانسوی هنر آزاد برگزاری چندین عرض کنم که برنامه از سال 1995 تا 1997 کنسرت با این انجمن در کنسرت های آلبرت هال المپیاد همراه با ارکستر سمفونیک معتبر جهانی که برجسته ترین نوازندگان ارکستر فستیوال آلبرت هال لندن، ارکستر اپرا و همینطور کور پاریس، ارکستر سمفونیک بلغارستان و با بانو مرضیه زنده یاد که میدونید که چه برنامه های مفصلی رو بر صحنه برده. اجازه بدید که با آقای محمد شمس گفتگو کنیم، از زبان خودشون بشنویم فعالیت های خودشون رو. آقای محمد شمس درود بر شما. بر شما و عرض ادب خدمت همیهنان عزیز و شاد باش نوروزی که در راه داریم و امیدوارم که در این فرصت بتونم در خدمت شما و هموطنان عزیزم ساعتی رو یا لحظاتی رو بتونیم بگذارونیم که هر چی که من در دلم دارم بتونم خون به خون به
هموطنان عزیزم منتقل کنم. بسیار خوشحالم که شما رو میبینم و تشکر میکنم از لطفتون که این فرصت رو به من دادین که در خدمتتون باشم. آقای توفیق خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما و خانواده نوروز رو صمیمانه شاد باش میگم. عرض کنم آقای محمد شمس، من اشاره کردم که شما خیلی کم سن بودی، در روز 4-5 سالتون بود که رفتید سراغ یکی از سازهای اصیل تنبک. این رو پیش خودتون آموختید؟ بله؟ بله بله، من به تشویق پدرم، چون بله. از کودکی در خانواده ای که من متولد شدم، پدرم و مادرم از هنری بسیار اندک، ولی بله. بیشتر به مادرم باید بگم اندک، ولی پدرم هنرمند بودن و به نوازندگی ویولون اشتغال داشتن، ضمن اینکه کارمند بانک هم بودن. و من ایشون تونستن به اصطلاح با تشویقایی که من کردن، از من خواهش کردن که خودم من کارو یعنی بتونم خود جوش این ساز رو یاد بگیرم و دنبال کردم و خوشبختانه بعد از نزدیک به یه سال تونستم به صورت خودجوش ریتم رو در مراحل اولیش بشناسم و این در نواختن ریتم که پایه اصلی موسیقی هست درست تونست کمکم بکنه که راهم رو ادامه بدم. کاملا درست میفهمید. در این زمینه بنده یک نقل قولی کنم، میگن یک زمان یکی از بزرگترین موسیقیدانهای شوروی در ایران بوده، وقتی زنده یاد حسین تهرانی همراه ارکستر این تنبک رو مینوازه، بعد او در یک جلسه میگه این یک سازیه که با شما قدرش خیلی بدونید، این پایه یه موسیقیه و شیفته این تنبک ما میشه. حالا جریانش مفصله. خب اون وقت آقای شمس عزیز، به بینندگان ارجمند هموطنان علاقمند ما بفرمید که چند سالتون بود که اولین اثر رو نوشتید؟ به خاطرتون هست؟ بله، من در 14 سالگی اولین اثرم که در مایه چارگاه بود اونو نوشتم و تقاضا کردم از دورانی که در هنرستان به سر می‌بردم، در هنرستان موسیقی ملی بودم، چون اول در هنرستان عالی بودم و بعد به هنرستان ملی اومدم و دوستانم که در هر دو هنرستان بودن ازشون خواهش کردم که بیان و این اثر رو بنوازن که من ببینم چی نوشتم و چی صدایی میده. و خوشبختانه با کمک اونها تونستم اول تجربه دوران جوانی خودم رو در سن 14 سالگی بیاموزم و بشنوم خودم، و بسیار خوشایند بود در اون زمان که من تونستم اثر رو به اصطلاح تجربهش رو کسب کنم. بله، از کنم آقای محمد شمس، من الان داشتم همین رو که عرض کردم، اساتیدی که نام ها رو برچمردم، هر کدام اینها واقعا یکی از استادان مسلم موسیقی ما بودن. شما پیش چه اساتیدی تلمس کردید؟ چه واقعا اصلا اینا هر کدومشون اگه خواهم راجبشون صحبت کنیم ساعتها وقت میبره. همینطوری که شما میفرمایید، و خوشبختانه اون زمان چون از موهبتی که ما برخوردار بودیم، در اصل باید بگم از تمام این افرادی که در اون زمان حضور داشتن و حضورشون بسیار بسیار کمک بود برای موسیقی ما، برای شناخت موسیقی جهانی، شناخت موسیقی ملی ما، و اینکه بتونن افرادی تربیت بشن در این دوران که اونها توانشون رو گذاشتن برای این افراد. و من خودم به شخص بسیار سپاسگزارم، حالا کسانی که هستن و کسانی که به درود حیات گفتن ازشون سپاسگزار هستم. اینجا جا داره که باز از آقای فرهاد فخردینی اسم ببرم که استاد من بودن و افتخار همکاری با ایشون داشتم و شاگردی ایشون رو میکردم، و کریستیان داوید و فریدون ناصری و حسن رادمن. بله، اینها کسانی بودن، ضمن اینکه شما اشاره فرمودین به اساتید محترم دیگر که افتخار اینو داشتم که در خدمتشون باشم و ازشون یاد بگیرم. بله، به هر حال این حس حق‌شناسی شما نسبت به واقعا اساتید و همینطور هنرمندانی که به هر حال هر کدامشون نام‌آورم با شما حشر و نشر شدن، بعدا من بهشون اشاره خواهم کرد، در این کارهای اخیر شما
ما شاهد بودیم که شما هم نام اینها رو زنده کردید، هم بهترین هاشون رو با تنظیم های جدید با رهبری خودتون بر صحنه اجرا کردید که حالا به اون بخش خواهیم رسید. خب آقای شمس عزیز، به ما بفرمید که خب بعد از این اثری که نوشته بودید توسط هنرجویان هنرستان موسیقی ملی اجرا شد، کی وارد رادیو شدیم به دعوت چه شخصیت هنری؟ والا من اولین بار که به عنوان موزیسین، یعنی کسی که میخواد در رادیو در قسمت موسیقی میخواستم نوازندگی ویولون داشته باشم، همت آقای فخردینی و آقای شهبازیان، فریدون شهبازیان، چون هر دو نفر از من خواستن که من بیام و در حضور آقای اساتید دیگه که آقای تجویدی بودن و آقای تجویدی بدیعی، عرض کنم خدمتتون، حبیب الله بدیعی، چون من بله استاد حبیب الله خان بدیعی، استاد خود من بله در هنرستان موسیقی ملی، بله جناب رحمت الله بدیعی که در بین حیات هستم و من ارادت خواست خدمتشون دارم، عرض ادب دارم خدمتشون از همینجا. و اون موقع ما با این برای ورود به استهلاک در ارکستر قرار بر این بود که ما بریم و در حضور این اساتید قطعاتی به نوتای جلو میذاشتن که باید اینا رو برای ورود اجرا میکردیم و بعد اگر به تایید اون بزرگان میرسید ما وارد ارکستر میشدیم، که این موفقیت رو من تونستم کسب کنم که لطف همون اساتید من وارد ارکستر رادیو شدم و از نوازندگی در رادیو و دو ارکستر دیگه که ارکستر سقا و یه ارکستر دیگه هم بود که آقای دهلوی رهبری میکردن و من افتخار اینم داشتم که در خدمت آقای دهلوی باشم که استاد من. بله و فوق العاده عرض کنم که انقدر عرض کنم که این دوران خاطر انگیزی است، به خصوص برای هنرمندان شایسته مثل شما که میشه ساعت ها راجع به این هنرمندا صحبت کنیم. آقای شمس عزیز، من یادمه همون موقع که شما هنوز هم جوانی در وقت نوجوان بودید، آثار زیبایی برای هنرمندانی که تازه فعالیتشون آغاز کردون نوشتید، خودتونم اونا رو تنظیم کردید. من یادم نمیری شما چندین کار واقعا ماندگار به زنده یاد مازیار داده بودید که خودتون آهنگ رو ساخته بودید، خودتون هم برای ارکستر تنظیم کرده بودید. چند کار به مازیار دادید؟ والا مازیار با خواننده‌های دیگه، چون من از همون بعد به جوانی، ابتدای جوانی که علاقمند بودم اصلا به ساختار ساختن ترانه و ساختار این نوع کار، ترانه رو خیلی دوست داشتم، سعی میکردم با استعدادهای جدیدم بتونم خودم رو و کارم رو محک بزنم و به جلو برم و بیشترم برای خودم در ذهنم این داشتم که باید نوآوری کرد، باید برای جوانان، برای آیندگان تأثیر پذیر بود و باید کارهایی انجام داد که توش خلاقیت بیشتر باشه و به جلو آدم بره. بله درست. و در اون زمان من یادم نزدیک به 12-13 حسن بود که آقای مازیار اجرا کردن که از خدا رحمتشون کنه و از صدای بسیار قابل توجه و پتانسیل بسیار خوبی برخوردار بود ایشون. اون حتی می اومد چون نزدیک به خونه من زندگی میکرد ایشون با خانوادهش، این بود که مرتب با هم دائما در کار و بله در ارتباط تنگاتنگ بودیم. بله 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 به این صورت بود. و بعدش هم آقای ایبی که بله اون کار خلیج همیشه یه فارس و بله البته خلیج همیشه یه فارس اینجا اجرا شد، در خارج اجرا شد. بله ولی من اولین کاری که با آقای ایبی کار کرده بودم با شعری از اردلان سرفراز به نام شهر که ملودیش از آقای منصور ایرانی‌نژاد بود و من اولین اثری در 17 سالگی بود که شروع کردم تنظیم کردن برای ارکستر بزرگ سمفونیک و جاز، یعنی ارکستر جاز سمفونیک میکس بود و برای اولین بار از معلم و به اصطلاح اساتیدی که اون زمان
حضور داشتن و معلمان خود بنده بودن، بله. ازشون تقاضا کردم که در این راه منو همراهی کنند، که محبت کردند. اولین بار اومدن و در استودیو، من هیچ وقت یادم نمیره که این تجربه رو به کمک اونها آموختم و بسیار بسیار سرافرازانه از این عهده این کار برمدیم. و شب یکی از آثاری بود که در اون زمان بسیار بله. جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و مرحوم واروژان، من یادم هست که بله لباسم شد، بله تبریک گفتن و گفتن که تو آینده‌ای داری، باید به موسیقی ایران خدمت کنی و فوق العاده است. بله. بله اشاره به یاد عرض کنم که شخصیتی مثل واروژان که اون هم یکی از موسیقیدان‌ها و یکی از تنظیم کننده های بزرگ بود. بله خب بعد حالا برمیگردیم، میدونم در ایران خیلی کارهای زیبا شما تنظیم کردید و هنرمندان عزیز که اشاره کردید اجرا کردن. خود اینها هر کدوم ما کارنامه هنری شما رو بخوایم ورق بزنیم، عرض کردم که با یه برنامه، دو برنامه، سه برنامه نمیشه، بعد هفته ها واقعا، برای اینکه شما فوق العاده پرکار بودید و کارهایی که ارائه دادید یکی از یکی دلنشین‌تر، ماندگارتر و زیباتره. مخصوصا آقای شمس، زمانی که کوچ کردید آمدید به فرانسه، ما شاهد بودیم که ارکسترهای بزرگ، ارکستر سمفونی ها رو رهبری کردید و چقدر زیبا هم آثار خودتون رو اجرا کردید، هم یادی از شخصیت های هنری خودمون کردید، از آهنگساز های فوق العاده خوب سرزمین ما که الان شما در صحبتاتون با چه حرمتی از اونها یاد نمودید. حالا میخوایم آقای شمس عزیز گرامی، غیر از آقای مازیار ابی که اشاره کردید، با خواننده‌هایی که در ایران اون زمان کار دادید یا آهنگ برای اون تنظیم کردید، اسامیشون به یادتون هست؟ بله، من عرض کنم خدمتتون، با خوانندگانی اولین کاری که با خانم لیلا فروهر کرده بودم که تو حقیقتی برام، بله بله، و الان حضور ذهن اگر شما سوال میفرمایید اونطوری ندارم، ولی میدونم خانم لیلا فروهر بودن، آقای شاهرخ بودن، آقای مرتضی بودن، آقای ستار بودن، آقای داریوش بودن و به هر حال تمام اینا رو خودم یادمه، یعنی واقعا وقتی سوال میکنم بله اینا موقع من با اکثر این دوستان، چون من در هنرستان موسیقی ملی بودم، بله دیگه اینا مرتب می اومدن، خودشون دوستان محبت داشتن می اومدن که قرار میذاشتن دیدار داشته باشیم. اون موقع مدیر وقت هنرستان موسیقی و هم گفت شما هر موقع میخواییم با اینا صحبت بکنیم بریم بیرون، چون اینجا جاده بند میاد و خیابونا بند میاد و اینجا ما نمیتونیم رفت آمده این بچه های هنرستان رو کنترل کنیم، خواهش بکنیم اگه امکان داره قراراتون بیرون بزنیم. این محصه بله. من اشاره کردم حالا باید یکی از آثار شما رو با هم ببینیم بشنویم، اشاره کردم که شما 650 اثر رو یا اجرا کردی یا خلق کردی، درست اشاره کردم اینو؟ بله، شما البته از زمانی که تقریبا نزدیک به 74-75 اثری دیگه بعد از اون 650 تا که نویشتار زندگی‌نامه هنری من هست باز اجرا شده و هنوزم آثاری که الان در صدد اجرا هستم و در دست اجرا دارم در راستای این زمان کاری که به اصطلاح دارم می‌پیمانم، این هم ثبت خواهد شد در آینده نزدیک. با امیدوارم که هر چه زودتر بتونم که از جوانایی که در آینده میتونن پاسخگوی این راه و اون روش به اصطلاح هنری موسیقی ملی ما باشن و بتونن موسیقی ملی ما رو به صورت جهانی بر عرصه جهانی معرفی کنن، بتونم من کمککارشون باشم که هر چه زودتر اونها رو هم بتونیم ما تربیت کنیم انشالله در ایران آزاد. انشالله با امید خدا حتما همینطور خواهد بود. با تجارب فراوان و با اون استادی که در شما سراغ داریم، همکنون هم شاهد هستیم که با بزرگترین ارکستر رهبریشون رو به عهده میگیرید، ارکسترهای بین‌المللی رو، و به شایستگی آثار رو اجرا میکنید که فوق العاده است. اینا عرض کنم که آقای شمس، حالا ما میخوایم برای اینکه در فصل بهار هم هستیم یکی از کارهای شما رو با هم ببینیم، عرض کنم که خودتون کدومشون انتخاب میکنید؟ یک اثر زیبای خانم ارضیت شما اجرا کردن زنده یاد. بله
در همون بله بله یک اثر برای بهار خوندی شده که بله. اگر امکان داشته باشه اونو شما پخش کنی ازتون ممنون میشم. به نام بهاران خجسته. بهاران خجسته با صدای بانو مرضیه از ساخته های استاد شمس عزیز. آقای شمس اینو میدونید شعرش رو کی گفته؟ یا بله الان خدمتتون عرض میکنم. یکی از بهترین شاعرای عصر حاضر هستن ایشون، دکتر قرایی هست نامشون، که بله. از بهترین یکی از بهترین کسانی هستن که ایشون از بهترین شاعرایی هستن که من افتخار همکاری با ایشون دارم و داشتم. بله فوق‌العاده است. از کن که از بابک عزیز کارگردان فنی تقاضا میکنم بهاران خجسته باد رو با صدای بانو مرضیه ما ببینیم و بشنویم. صدای این هنرمند عزیز رو بعد برمیگردیم دنبال میکنیم گفتگوی خودمون رو با آقای محمد شمس هنرمند شایسته سرزمینمون. خواهش می‌کنم. زار بزن بغض فشرده میکشدت فریاد کن هوار بزن عشق است جمله هستی تو جانت به نقد اوست گرو این کار خیشتن چه کنی جان و تنت پوشیده بس نشد سخنت شد تیر جان روشن تو این پرده بر کنار بزن حق حق فکنده حق طلب آخر نکم ز مرغ شبی دیوار خاموشی بشکن گل بانگ یار یار بزن در گیر و دار شورش تن بشکن به درد ریشه بکن دل را بکش ز سینه برون بر فرق انتظار شکنج روا گوشش بکش ز خانه ببر در کوچش به دار بزن نه نه مباد این به جنون که این شب چراغ آتش و خون طرفه سو بساز نگین بر تاج شلال برو بر دوش و بر بکار
دلی چون مرغکی شکار شده بر نیزه سوار بزن. بر نیزه سوار بزن. خب آقای شمس فوق‌العاده بود واقعا در این هوای خوش بهاری، در این بهار دلانگیز ایرانی که همواره بهار ایرانی به خصوص نوروز جاودان ما واقعا وقتی فرا میرسه با خودش پیام‌های دلنشینی به همراه داره، پیام‌های امیدوار کننده که این امید موتور زندگی است و به زودی ما اون صحنه‌ها و اون روزها رو خواهیم دید که مردم شریف ما در یک فضای آزاد و آزادانه به زندگی ادامه بدن و هنرمندان شایسته ما در زیر آسمان آبی ایران با آزادی کامل کار کنن برای نسل آینده و برای جوانهای مملکت. خب آقای شمس، حالا میرسیم به فرانسه. شما الان چند سال در خارج از ایران به سر میبرید؟ آقای توفیقی، من حدود 28 سال هست که در فرانسه هستم. در کشورهای دیگه کنسرت گذاشتم، چه در کشورهای اروپایی چه در کشورهای اسکاندیناوی. در امریکا چندین کنسرت داشتم و برجهت سعی کردم تا اونجایی که امکان داشته باشه من به نوبه خودم اگر بتونم خدمت بکنم به جامعه خودم، به مردم ایران و به سرزمینم ایران که بهش دلبستگی بسیار دارم و امیدوارم که هرچی زودتر در ایران آزاد بشه بهترین برنامه ها رو برای مردم غمزده امروزمون که واقعا غم بزرگی رو دارن روی دوش خودشون هم میکنن بتونیم در آینده ایران که آینده بسیار روشن میشه خواهد بود با بهترین تهذیب و شیرین ترین لحظاتی که امیدواریم که بشه جبران کرد، ولی باید دید که چه خواهد شد. انشاءالله امید باید داشته باشیم. دقیقاً آقای ایران و ما محکوم به پیروزی هستیم آقای بله. توفیقی. درسته و این امید بله آقای شمس، این امید که واقعا موتور حیات، موتور زندگیه و نباید هیچ ایرانی شریفی نومید بشه، به خصوص هموطنان ما در درون ایران. در این روزهای بهاری باید امیدی بیشتری داشته باشن برای رهایی مملکت که البته با همت خودشون، با ایستادگی مقاومت که از خودشون نشان دادن 100% با خود همت خودشون و مقاومتی که دارن و بله. چه داخل چه خارج بله. همه باید هم صدا با هم بشن و بتونن این دوران کدورت و بسیار بدی که الان ما داریم مثال میبریم و هر چه زودتر بتونن با جایگزینی خودشون که مقاومتشون در کنارشون هست بشه به نحو احسن به نتایج خوبش برسونن که بتونن یک نفس راحت همه تاریخم بکشن. با حتما همینطور خواهد بود. عرض کنم که آقای محمد شمس گرامی، ما در این برنامه از آقای وزیری برنامه‌مون آغاز کردیم، کلنل علی نقی وزیری که بسیاری از دستاندرکاران موسیقی ما معتقدن او پدر موسیقی نوین ایران بوده، بلکه شخصیتی بود که تلاش و کوشش فراوان کرد اصلا نوت رو وارد موسیقی ما کرد. قبل از آقای وزیری خب هنرمندان شایسته اساتیدی داشتیم، ولی این شخصیت تاثیر فراوانی داشته. شاگردای او شاگردای قدری بودند، مثل مرحوم امام‌الحسن خان صبا، استاد روح‌الله خالقی. همینطوری بیاییم دقیقاً میبینیم که چه شاگردهایی داشته و اینا هر کدامشان در زمان خودشون تبدیل شدن به اساتید بزرگ موسیقی. چون از ایران صحبت کردیم و از وضعیت روزگار ما، من میخوام با اجازه شما یه اشاره‌ای داشته باشیم به این خلیج فارس، خلیج همیشگی فارس، که خب این روزها میدونید که بعضی ها از کام چشم طمع به سرزمین ما دوختن. اینم باز برمیگرده به کمکاری و عرض کنم که ندانستن یه نظامی که نمیدونه چگونه میشه از منافع ملی یک مردم واقعا هم حمایت بشه. به هر حال اینا یه قوانین خاص خودشون رو دارن که به هیچ عنوان سازگار نیست با اون روحیه ایرانی. ولی شما این اثر رو که نوشتید
فوق‌العاده بوده، تاثیر فراوانی داشته. خود ملودی که شما خلق کردید، تنظیم زیبایی که شما کردید، چطور شد آقای شمس خواستید قطعی رو بنویسید، اثری رو به وجود بیارید و نامش رو بگذارید خلیج فارس؟ انگیزه این چی بود؟ والا اگر حقیقت شو بخواین، ما چهار به غیر از من، سه نفر از دیگر هنرمندان دیگه که در ایران اون زمان بودیم و از طرف مجموعه ای که به اصطلاح درخواست کرده بودند، یعنی رفته بودند پرسیده بودند از کسانی که اون زمان داشتن، درست جنگ ایران و عراق بود، من یادمه، پرسیده بودند که از کسانی که میرن در به اصطلاح این رفت آمد جنگی هستن، منظور خلبانه بود، الان درست یادم هست، پرسیده بودن که چه چیزی که میتونه باعث قدرت و ایستادگیشون و اینکه بتونن راحت همه برنامه‌هاشون رو داشته باشن، چجوری میتونن خودشون رو با این مسائل روبرو بکنن، یعنی میتونن قدرت و توانایی خودشون رو، پتانسیلشون رو دارن بالا. و اونا گفته بودن که فقط از چیزی که میتونه بهمون این قدرت رو بده و عرق ملی و میهن پرستیمون در درجه اول و اینکه در کنار اشعار ملی میهنی ما بتونیم خودمون رو به خودمون بنیه و قدرت بدیم که بتونیم در این مسئله که جنگ ایران عراق بود اون موقع بتونن پیروز بشن، غرور ملی رو در خودشون تقویت کنن. دقیقاً همینطور. و این باعث شد که چندین اثر، حدود 450 قطع مختلف، یعنی اشعار مختلف بود که به ما دادن، یعنی پخش شد بین ما چهار نفر که از اون آثار من دو تا شعر که باعث به اصطلاح به طبیعت و ذهن خودم و حسم میگرفت، میتونستم کار بکنم، اونو گرفتم که یکیش خلیج بود، یکی هم همخانه آواره. همخانه آواره هم اگر شنیده باشید با صدای مرحوم آقای جهان، جهان قشقایی، آقای امجی که از زیباترین صدا بود. بله بله بله، ایشون هم خواننده خوب بود خیلی. و به هر حال خلیج از اونجا شروع شد، ولی اون چیزی که باعث شد من این اون کار رو اونجا اجرا نکنیم، یعنی به هر صورت جلوی این کارها گرفته شده بود، بله، مخالفت میکردم با نوع این، از این نوع کارها که بتونه عرق ملی رو بتونه به اصطلاح زیاد کنه تو مردم. کاملا این بود که من این کار وقتی آوردم در خارج از ایران، بله، و اون موقع به هر حال موقعیتی پیش اومد که با صحبتایی که داشتیم با آقای هبی، من غیر از این اثر دو اثر دیگه هم ایشون اومدن پاریس اجرا کردن و من میتونم بگم که این اثر در هر صورت اثری است که در قلب مردم مثل ایران که الان امروز همه دوستش دارن، این اثر هم به هر حال با افتخار در خدمت مردم و برای مردم ساختم این اثر که امیدوارم که یک روزی بشه این اثر رو در ایران آزاد اجرا کرد. امیدواریم. این اثر اونچنان فراگیره که من یادمه در این گردهمایی که ما در لس آنجلس داشتیم در رابطه با خلیج فارس، باور کنید یه خواننده جوانی آمده بود بدون ارکستر، اینو میخوند. شما نمیدونید جمعیتی که اونجا ده 4-5 هزار نفر همگی با هم میخوندن. الان که شما اشاره کردید دقیقا این سروده ایران که خب آقای گل و گلاب زنده یاد و رولا خالقی در اون شرایط دشوار، اونها هم این سرود رو در شرایط اشغال ایران به وسیله متفقین خلق کردن. برای یک هنرمند عرض کنم که بخصوص هنر موسیقی از هر سلاحی برنده تر، آقای شمس، اینکه شما آقای محمد شمس اشاره کردید که بعضی کارها رو مانع می شدن، دقیقا درسته. بنده خودم به خاطر دارم که خیلی از هنرمندان شریف و واقعا آزاده ما رو همین حکومت خانه نشین کرد، اجازه کار بهشون نداد و خب خیلی هاشون هم از این دنیا رفتن به علت فضای به هر حال تاریکی که ایجاد شده بود برای موسیقی سرزمین ما، برای هنرمندان شریف ما. خب اگر موافق باشید، چون راجع به خلیج فارس صحبت کردیم، این
ساختن این کار شما، یعنی اثری که شما خلق کردید و اون تنظیم زیبایی که کردید فوق العاده است. اصلا من وقتی بی کلامش هم گوش میکردم دیدم اصلا خود این اثر بدونی که خواننده روش خود بخونه گویاست، یعنی همه چی رو میرسونه. ولی اجازه بدید که این رو با هم بشنویم. از بابک عزیز خواهش کنم خلیج فارس رو هم ببینیم و بشنویم. اگر اجازه بدین جسارت نباشه از شاعر این اثر که عادل حسنی هستم اینجا یاد بیاریم و ازشون تشکر کنیم و دست مریضا بگیریمشون. عادل حسنی، آقای عادل حسنی. بابک جان خلیج فارس رو هم میبینیم و میشنویم و برمیگردیم. بله. هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرد، من عشقم را در کوه گوات در سرخس و خرمشهر به زبان مادری سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید هزار پاره عشق بر خاک وطن میآویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین نگاهم بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی خلیج فارس بود. همه شما
این واقعا آهنگ زیبا، این تنظیم استادانی استاد محمد شمس رو با صدای غایبی شنودید. به نظر من ایرانی ها شیفته این نوع کارها هستند، مخصوصا این روزها دیگه ما عرض کنم که دریافتیم که هیچ تکیگاهی محکمتر از این ایرانیت ما نیست، تکیگاه ملی ما. و نسل جوان ما امروز به وضوح این رو نشان داده که آینده مملکت ما آینده درخشانی خواهد بود با این بیداری ملی که امروز در ایران ما به وجود آمده. با آقای محمد شمس، هنرمند بسیار شایسته سرزمینمون هستیم، بسیار هم خوشنودیم از این بابت. خب آقای شمس، الان در فرانسه هستیم، در پاریس. عرض کنم که جمع کردن و هنرمندانی در اون خطه در پاریس، خصوص پاریس و وین و آلمان، اینجاها هنر موسیقی به اون درجه اعلای خودش رسیده و حضور شما در اونجا و دعوت از نوازنده های ارکستر سمفونی و رهبری اینها، خود این به تنهایی شایسته واقعا عرض کنم که تعظیم و اکرامه. به ما بفرمایید که چگونه شد که سعی کردید اعضای این ارکستر بزرگ رو برای کنسرت هایی که در زمینه موسیقی ایرانی بود جمع کنید؟ آقای شمس، میدونم کار خیلی دشواریه، حالا بهش خواهیم پرداخت، فقط یه مختصر اشاره کنیم بعد من سوال بعدی رو مطرح میکنم. بذارید من به طور خیلی مختصر و روشن یک مسئله رو بیان کنم که خواهش من. ما در این سه دهه از دورانی که دوران بسیار بسیار سختی برای همه ایرانیان در هر نقطه جهان بوده، درست باهاش دست پنجه نرم کردن، همه برها. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین و فرمودین، هنرمند خودش یکی از کارهایی که باید به اصطلاح انجام بده این هست که در غم، شادی، در شرایط بسیار بسیار حساسی که الان ما باش رو هستیم، هنرمند بازگو کننده احساسات هم ملتشه هم مملکتش. اگر بخوام هنرمند واقعی رو در نظر بگیریم، و خود شما میدونیم که در طول تاریخ ایران هنرمندانی بودن که شایستگی رو داشتن که در درجه بسیار بالایی قرار بگیرن. چرا؟ به این علت که در کنار مردمشون بودن. آفرین. هر کاری که از دستشون برمی اومده در همون زمانی که چه در جنگ بودن، چه در خوشی ها بودن، چه در غمشون بودن شریک بودن و هر کاری که میتونستن انجام بدن، در اصل تأثیر گذار بوده روی کاری که انجام میدن، چون خون به خون به مردمشون بس بودن. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داشت، چون رژیمی که در ایران به سر میبرد کاملا سعی میکرد از نقطه نظر هنری، یعنی شرایطی که هنر برای هنرمند و هنر به وجود آوردن، رفته سعی کردن هنر رو جز به مسائلی به اصطلاح جز به مسائلی به وجود بیارن براش که به امروز بذارنش کنار. یعنی کسانی که به اصطلاح ضد هنر، ضد ارزش‌های هنری، ضد خوشی، خوبی، ضد حتی ملودی های زیبایی که میتونه یک اثر داشته باشه و مردم رو شاد کنه و بتونه تو این همه بحبوه ناراحتی و نگرانی ها بتونه یک تسکینی داشته باشه در روح مردم ما، اونم گرفتن ازش. بنابراین اینجا فقط میمونه جبهه مقابل. جبهه مقابلش یک مقاومتی بود، مقاومت ایران، که تونست شرایط رو برای هنرمندان خودش، اگر بخوایم واقعیت رو بگیم همین بود، مقاومتی بود که تونست شرایط رو برای هنرمندان ایرانی، از جمله خانم مرضیه، از جمله دیگر هنرمندان، از جمله شما میدونید کنسرت های بسیار مختلفی گذاشتن، ولی این مثلا چیزی که خیلی مهم بود این بود که ما همگی با هنرمندان دیگه که بودیم دست به دست با هنرمندان خارجی تونستیم موسیقی ملی ایران رو در سطح جهان معرفی کنیم. بله.
چرا؟ اگر این پشوانه نبود که پشوانه مردمیه، یعنی خودش از خود مردم میاد، همه کمک‌هاش هم حتی از طریق مردم میومد، این کنسرت ها شروع کرد شکل اصلی خودش رو گرفتن و تونست خانم مرضیه در شرایط بسیار بسیار نادر در جایگاهی قرار بگیره که جایگاه خودش بود و این جایگاه رو براش برای ارزش خود خانم مرضیه و موسیقی ایران تعیین کرد. من هم از کسانی بودم که تونستم با تمام توان این کاری که از دستم برمی اومد در صحنه بین‌المللی و جهانی ارائه بدم. سوای این در فستیوال‌های مختلف 13 فستیوال خودم شرکت کردم که اینها رو من هنوز نیومدم بازگو نکردم. فیلماش هست، آثارش هست که میتونم اینا رو به شما تقدیم کنم که همینهنان عزیزم بتونن در جریان این نوع کنسرت هم باشن. مسئله اصلی در مقابل اون چیزی که البته این نظر شخصی من در مقابل اون حرکاتی که شد و اون رژیم ایران سعی کرد مردم ایران رو بی‌آبرو کنه، در عوض اینجا اونطوری که بایستو شایسته یک ملتی هست که با غرور و افتخار با سرش رو بالا نگه داره و بگه ما پشوانه ملی میهنی و هویت ملی داریم، همانا که موسیقی ما و این اشعاری که داریم بالاترین هویتی است که ما میتونیم بر تاریخ این تاریخ بچسبونیم و به همه دنیا بگیم که بله ما هستیم با این پتانسیل، با این برنامه که اجرایش اجرای بین‌المللی بود و اون موقع تمام جهان خواهد فهمید و فهمیدن که ما در چه شرایطی هستیم و میدونن، الان همه دنیا میدونن، شاهدن که ما پشوانه بسیار بسیار قوی داریم از لحاظ فرهنگی و هنری در جهان امروز و امیدوارم هر چه زودتر در ایران آزاد ما بتونیم از دیگر دوستانی که در سراسر جهان به ما یاری رسوندن تو این موقعیت حساس بتونیم دعوت کنیم بیان در ایران آزادم با ما در شادیمون سهیم باشن. امیدواریم. عرض کنم که به نکته بسیار با اهمیت اشاره کردید، همواره یک هنرمند متعهد، اونم هنرمندی که با شعر و موسیقی در ارتباطه، خب میتونه در کنار مردم قرار بگیره، در واقع تبدیل بشه به صدای مردم. ما نمونهش رو در دوره استبداد داشتیم، در انقلاب مشروطیت عارف قزوینی بود این آهنگساز، این شاعر و اینکه خودش هم خواننده بود، اون ترانه های میهنی رو اجرا کرد و چگونه توده های مردم با او رو همراهی میکردن. و خب میدونید که شما بهتر از من میدونید آثار بسیار ماندگار از عارف است. پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد. خب اینا نشان دهنده همون هنر مقاومته که شما الان اشاره کردید، واقعا باید این گونه باشه. حال چون در حال هوای پاریس هستیم، از ارکستر سمفونی صحبت کردیم، از فستیوال‌های متعددی که شما برپا داشتید، من میخوام آقایش هم اشاره بکنیم به کنسرتی که در فرانسه بود. خب در لندن هم بوده ولی من بیشتر فرانسه رو انتخاب کردم در این برنامه به دلیل اینکه شما آثاری از هنرمندان به نام ایران رو ارکام اجرا کردید با تنظیم های جدید و یک کار فوق العاده از خود شما بود. من شنیدم با صدای بانو مرضیه بر روی شعر استاد و شاعر گرانقدر آقای شفیعی کتکنی، این فوق العاده است، به نام گل سرخ. در رابطه به این به نام گل سرخ توضیح داریم بدید چون میخوام اینو با هم ببینیم. بله خواهش میکنم. به نام گل سرخ در از خانم مرضیه زمانی که میخواستن این کارو اجرا بکنن، خودشون راجع به این کار معتقد بودن که این کار رو تقدیم دارن میکنن برای گلهای پرور شده ای که به خاطر اینکه ایران به آزادی برسه دون خودشون رو نثار ایران آزاد فردا کردن و این ترانه رو به خاطر به اون کسانی که در اصل جونشون رو و شهید راه به اصطلاح آزادی ایران شدن، این اثر رو به اونا تقدیم کردن اثر خودشون. حالا اثر چجوری به وجود اومد؟ بله، من اولین باری که خود شعر رو من نگاه کردم، خب خیلی به این شعر رو وقتی میخوندم، اولین بار که این شعر رو خوندم خیلی تاثیر گذاشت. و
برجت همونطور که مستحضر هستین و دوستان میدونن و اغلب کسانی که برای شعر به صورت شعر و به صورت نثر بله بیان میکنن، نظم دادن به شعر نثر یک کمی دشوار است. بله. الا برای کسانی که به هر حال موسیقیدان هایی که بتونن روند شعر نثر رو به نظم در بیارن. بله. یعنی ضرب آهنگ نثر رو به نظم بر بیارن. و این خودش کیفیتی که ممکنه کمتر کسی داشته باشه. من نمیگم ندارم، ولی ممکنه کمتر کسی داشته باشن اون پتانسیل و این کیفیت رو. و وقتی که من مثل خلیج هم همینطور بود. خلیج کاریش به صورت نظم، صورت نظم نبود که بشه. حالا آقای شم شما بگین خلیج فارس، چون وقتی میگین خلیج من میدونم خیلی از هموطنان ایران میگن خلیج. بله. خواهش میکنم همین الان من تصدیق میکنم خلیج همیشگی فارس. آفرین. بله. خلیج همیشگی فارس. بله. و حالا یادتون باشه این یه کار دیگه من حتما باید راجع به اونم صحبت کنیم. این خلیج فارس دو هم من همیشگی فارس دو هم ضبط کردم که انشالله سر فرصت اون کارا تقدیم شنوندگان و همیهنان عزیز رو قایم کرد. باقلاده است. خب این اثر رو بشنویم به نام گل سرخ، آهنگ و تنظیم از استاد محمد شمس و اجرا از بانو جونم. بگو بگو. بله. معذرت میخوام. نخواهش اینو بلن یا تو ماشی که اگه خواستین تصحیح کنید. چیزی که مهم هست این وسط، بله، مهم اجرای این کار بود. اجرای فوق‌العاده دشوار و پیچیده‌ای که با نوازندگان خارجی ما داشتیم. درست. ببینید ما به هر حال خیلی مهم هست که ما در خارج از ایران هستیم، امکانات خیلی ضعیف است و کسانی که حتی به سختی بعضیا ممکنه بیان نزدیک بشن که حتی نوازندگان خوبی باشن، ولی از جهت اینکه به ایران رفت آمد میکنن نتونن بیان توی کنسرت ها شرکت کنن. آفه. یا به عبارتی نتونن خودشونو نمایان کنن، حضور نداشته باشن. این یکی از مشکلاتی است که در هر زمینه بوده، ولی اون چیزی که مهم بود از صدای سازهای غربی، بله، ما صدای موسیقی ملی مون در آوردیم. این مهم بود و می‌خواستیم اینو به جهان بشناسونیم، موسیقی ما، چه حالا رو به پرده داشته باشیم چه نداشته باشیم، چون هارمونی‌های خاص خودشون می‌خواد که ما برای اون هارمونی‌ها جواب داشتیم و تونستیم این هماهنگی، یعنی اکسیدانتال اورینتال، این نقش رو بسیار بسیار خوب موسیقی ما تونست ایفا کنه. به همین دلیل هست که الان بیشتر در سطح جهانی ما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد در موقعیت های دیگه و امیدوارم که برای نسل های آینده این کارهایی باشه که حداقل بتونن به خصوص دانشجوهای موسیقی که در قسمت موسیقی دارن فعالیت میکنن، سعی اون بر این هست که موسیقی خودمون رو جهانی کنیم و کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، کاملا فرمان شما معقول و درست و منطقی است. پس اجازه بدید که این رو بشنویم با صدای بانو مرضیه زنده‌یاد، با شعری از استاد شفیع کدکنی، آهنگ و تنظیم از آقای محمد شمس به نام گل سرخ.
به سکوت که موج و اوج تنینش زدش ها شن باران زبام نیلی شب که ره گذار نسیمش به هر کرانه بر شاعران زمان برگ رخصتی دادن که از معاشقه سر و قمری و لاله سرودها به سر آیم
بینندگان ارجمند، هم دیدید چهره بانو مرضیه و همینطور اعضای ارکستر رو و رهبری آقای شمس رو که چگونه از نوازنده های فرنگی به قول ما ایرانی ها با اون ممارستی که این استاد داره، اون نوت هایی که نوشته بود جلونا گذاشته بود، چقدر واقعا تونست موسیقی ناب ایرانی رو به گوش شما برسونه. عرض کنم که آقای محمد شمس، من میخوام اینجا اشاره کنم در همین کنسرتی در پاریس بود، آثاری که اجرا شد از علی تجویدی بود. عرض کنم که دیدی که رسوا شد دلم فوق العاده بود. عرض کنم که در میان گل ها بود، جنون عاشقی تماشا دارد که از مهندس همایون خرم بود، اونجوری که من یادمه. بیداد زمان از پرویز یاحقی و بیژن ترقی، سنگ خارا فوق العاده دلنشین بود. و همینطور به نام گلسو، میزده که باز هم از کارهای استاد پرویز یاحقی بود با شعر بیژن ترقی. همینجوری دو ترانه از شیدا بود، یکی امشب شب مهتابه، یک در فکر بود. و بعد کاری از استاد روح‌الله خالقی، اون شعر معروف رودکی، بوی جوی مولیان آیتمی، یاد یار مهربان آیتمی. یکی دو دقیقه میخوام راجع به اینا توضیح بدین، چون بقیه اینا رو در برنامه دیگری خواهیم شنید. بله، خواهش میکنم. ببینید، در مجموع این آثار، زمین که باید اینجا الان باز نام ببرم از دو هنرمند گرامی که در کنار این آثار تونستن که دوتا کارم تنظیم کنن، از آقای شاپور باساسیار و آقای آندرانیک. آقای آندرانیک، بله. بله، آندرانیک از هنرمندهای برجسته موسیقی ما هستن. بله. و شما کاملا متوجه شد، حالا باید سر فرصت یک به یک همه اینا رو بله بازگو کرد، ولی اون چیزی که مهم هست همین بود. خانم مرضیه به من گفتن که ما ساز برای اولین بار نمیخوایم ساز ایرانی داشته باشیم. گفتم چرا؟ گفتن که به دلیل اینکه میخوایم امتحان کنیم با همین هنرمندان به اصطلاح فرنگی ببینیم چیکار میکنیم. بله. گفتم خب، ولی خیلی مشکلات ممکنه پراکنده داشته باشیم، ولی این اطمینان رو بهشون دادم که اگر امکان داشته باشه ما سعی میکنیم ماکسیموم توان رو بذاریم برای بهترین اجرا. و با اینکه شما خودتون یعنی تمام مردم در جریان بودن که ایشون با سن بالایی که داشتن تونستن خیلی خوب و بسیار بسیار با کفایت خودشون از عهده این کار بردیم و درود به روانشون. الان همجا باز تکرار میکنم که مرضیه یکی بود و تونست جایگاه یک خواننده رو به عنوان خواننده زن در تاریخ حک بکنه و به نام خودش به ثبت برسونه. اون چیزی که خیلی مهم بود سوای اجرا، من از دو تا از شاگردایی که شاگردای یهودی منوهین بودن اینا و هر دوشون هم شاگردای خیلی قابلی بودن، ازشون خواهش کرده بودم که اگر امکان داره این در ردیف جلو که نشسته بودن رو پرده هایی که ما احتیاج داریم اونا بزنن با بیانشون. و یکی از این هنرمندا یک خانمی بود که پدرش فرانسوی ولی مادرش الجزائری بود. بله. من میتونست اون رو پرده ها رو
توی خانوادهش گوش کرده بود و میتونست کار کرده بود میتونست بزن و اجرا کردیم و درسته اون چیزی که 100% بخوایم به اصطلاح با مانش های ایرانی با تکیه های ایرانی و اون حالت های حس اون به خون ایرانی در بیاریم، خب این قالبش یه مقدار زبانبندی بیشتری میخواد، حس بیشتری میخواد و چه بسا بعضی موقع ها 100% اون چیزی که آدم میخواد برای یک اجرا نتونه بدن چه برسه، ولی در مجموع اون چیزی که در اومد آثار به صورتی بود که قابل پذیرش بود. این مسئله خیلی مهم بود، منتها با خب با وقت کمی که ما داشتیم با موقعیت های ویژه‌ای که به اصطلاح برای اون پیش اومده بود، حتی حالا باز من بگم شب کنسرت سعی کردن 12 نفر فرستاده بودن که اصلا کنسرت رو به هم بزنن از این اوباش ها و پرازه. بله من به هر حال خیلی ممنونیم، حالا در برنامه‌های بعدی باز مفصل با شما صحبت خواهیم کرد، حتی به اون کاری که به آقای جهان قشقایی دادی اجرا کرد اون رو خواهیم شنود، همینطور کاری از آقای ایرج فاطمی که آقای سخایی روی ملودی زیبا و کار فوق‌العاده‌ای که شما کردید اجرا کرد، همون حقوق بشر، اینا رو بررسی خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم آقای محمد شمس گرامی، چون وقت امروز ما به پایان رسید در این برنامه، از شما خداحافظی می‌کنم. با امید برنامه بعدی هستیم با شما، حالا چندین جلسه باید باشیم و صحبت کنیم کارهای شما را ارزیابی کنیم. خیلی سپاسگزارم، لطف فرمودید. بسیار ممنون هستم، خدا نگهدار شما، به امید دیدار. به امید دیدار. خب دوستان ارجمند، بینندگان عزیز و گرامی، بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدید بنده هم به اتفاق کارگردان فنی برنامه آقای بابک عزیز که فوق العاده زحمت کشیدن با همه شما خداحافظی کنیم. امیدوارم که واقعا این سال جدید سال بسیار خوبی برای همه باشه، بهار پیروزی باشه برای ملت بزرگ ایران. بهار ای بهار مشترسان، به بزم و سنگر آزادگان گلفشان باش، برای منتظران بهترین بهاران باش. خجسته باد بهاران، بدرود، خدا نگهدار. Thank you.